وای یا سالا چقدر عقده ایه مای نچه کبوتری داری اینا رو میسازی دیگه هیچی نداری از خودی داری اینا میریگی تا ایران پردی از کجا شروع شد؟ واقعا چه بخوای؟ از اول قرار نبود ایران پردی وجود داشته باشه. دو سال و نیم پیش بود شاید میخواد بیشتر من راحتی؟ برزم خب معرفی کن خودتو کی هستی؟ چی هستی؟ خوب چیز هستی؟ من عمو سالارم مؤسس کانال فوق تخصصی ایران پارودی خیلی چیز خوبی هم خوب چیزی هستی پس آره چی شد این گوه خوردی و ایران پارودی رو زدی؟ والا اولش قرار نبود من این گوه بخورم قرار بود تو زندگی خودم انگوش کنم و به کسکلک بازی هم ادامه بدم خب کسکشی به اسم آرمان فرهادی یک ویدیو از این جوجه نوب ها فرستاد تو گروه منم طبق عادت شروع کردم مسخره کردنش و بعد یک ساعت یه ویدیو مسخره ازش دادم از کانال گوشکوب گیمر هستیم میخواییم دوال شاک 4 رو براتون بررسی کنیم ببینیم چی داره چه چیزیه خیلی خوشگله شون و اون آرمان فردی گذاشت تو کانالش رو 30 کا ویو خورد و اینگونه بود که دیدیم خب اگه اینجوری مردم کسچرا رو دوست دارن بیایم واسه شو کسچرا بذاریم خب خیلی خوبه حالا کسکشایی که شریکتن رو دونه دونه لو بده نفر اول کسی نیست جز عمو سالار کسی که 10 ساله داره جغ میزنه این موجود یک جغی بسیار قهاره البته کریتور ایران پارودی هستش البته قبل از اینکه بریم سراغ ایران پارودی باید لحاظ کنم که ایشون در رشته جغ به مدرک فوق دکتر رسیدن عمو سالار اولین کسی بودش که ایده ایران پارودی رو داد ویدیو میساخت اون اوائل کس میگفت کسچر میگفت کسچر میشنفت خلاصه خیلی بچه با حالی بود تا اینکه یک روز با میا آشنا شد و ما همه بگا رفتیم سر این داستان خلاصه سالار قفلی زد رو میا تا باشه 1 سال ما رو گایید خب نوبتی هم باشه نوبت مهران پیکه مهران پیک یکی از ادمینای ایران پارودی علاوه بر اینکه کس میگه یکی از ادیتورهای خوب ایران پارودی هم هستش عکس ادیت میکنه فیلم ادیت میکنه پست ادیت میکنه خلاصه ادیت میکنه اما علاوه بر اینکه پست میذاره و ادیت میکنه یه ویژگی داره که اونو از تمامی ادمین ها متمایز میکنه شما اگه تخصصی ترین پست دنیا رو از تخصصی ترین کانال دنیا هم فوروارد کنی مهران میگه کسنک کیفیت پستاتو ببر بالا سی جی خیلی دوستش داریم مهران و امیدوارم تو کارش موفق باشه و قوی تر از قبل کار کنه اما آرمان یا آرمان فرهادی کسکش کسی که کل تیم ایران پارودی و تمام این بدبختایی که الان کونشون داره پاره میشه رو به گا داد اما آرمان ادمین چنل خیلی خفن گیمینگ بود به اسم گیم ساک خلاصه یه روز همینجوری داشت تو خونه جغ میزد به عکس پرن خودش نگاه میکرد که یه دونه ویدیو واسه اش اومد که عمو سالار داشت نوبای آپاراتی رو مسخره میکرد ماشین رو برقه داشت نوبای آپاراتی رو مسخره میکرد دسته رو شیاف میکرد تو کونه خودش و خیلی احساس بامزگی میکرد آرمان هم جذبش شدش و اینو سری زارت گذاشت کانالش و این شدش که ایران پارودی معروف شد و ما هممون به گا رفتیم در اینجا شا داره از دوست عزیز محمد عجمی هم تشکر کنم به خاطر اینکه خیلی بهمون کمک کرد در کنار مجاهد مختلف همین آق مهران و اون یکی آقا آرمین که تو اینجا معرفی نمی کنیم چون تازه اومده اونو با هم آشنامون کرد خیلی تو کارهای ادیت و اینا کمکمون کرد تو ارتباطات کمکمون کرد همون سر ویدیو پابجی در واقعیت باهاش آشنا شدیم حتی قبل از اونم میشناختیم هم ولی سر اون دیگه خیلی کارامون نزدیکتر شد و ارتباطاتمون قویتر شد کمک کرد که با افراد دیگه هم ارتباط پیدا بکنیم هم میخورد کارهای ما رو متعادل تر کرد همین که فهم کار ما رو برای بقیه راحت تر کرد خلاصه زشته که من اینجا اسمی ازش نبرم چون واقعا همه مدت این
در واقع این چند ماه اخیر خیلی کنارمون کمک کرده. خب این کسخولی که بعضی ما کنار من میبینی اسمش امو آرمینه. امو آرمین اول وایس میداد، مزاحم تلفنی میشد، بعد یه خورده دیدش که نه باز سطح کارو برم بالاتر، شروع کرد داستانهای جنایی گفتن و یه خورده مسائل تخمی فلسفی گفتن و ما خیلی وقت هم دیگر میشستیم. از همون اول تو کانال بوده، آرمارو با ما هم همینجوری کیفیت کارش اومده بالا و بسیار قشنگ و عالی داره جلو میره و قراره با هم کون خیلی ها رو بذاریم. بچه با حالیه، خانم بیاره دختر بازه، بس خیلی کسکشه. مایید یکی از باحالترین و عجیبترین و البته ترسناکترین ادمینای ایران پارودی. مایید بچه کرمانشاه، گوه خاصی هم تو کانال نمیخوره، پست میذاره و کسچر بیه و بچه ها. اما ویژگی که مایید رو ترسناک میکنه اینه که تا حالا هیچ کس اون رو ندیده، نه اسمی، نه آدرسی، نه عکسی، هیچی. اون در سایه ها زندگی میکنه، تا حالا هیچ موجودی مایید رو ندیده. مایید میتونه هر کسی باشه، میتونه کارگر خونه شما باشه، میتونه کسی باشه که واسه شما غذا میپزه، میتونه کسی باشه که شما رو هر روز میرسونه به مقصد. پس مراقب رفتارهای خودتون با مایید باشید، اگه اون ناراحت شه میتونه هر کاری بکنه. نفر بعدیمون داش علی هستش، علی افی، یکی از باحالای کانله و یکی از هنرمندای تیمه. واقعا تو کارهای هنری حالا کارش خوبه. یه پاکت سیگار ساخته بود، دستساز خیلی قشنگ بود، من خوشم اومد و بیشتر به سبک رپ، چطوری بگم، اعتدالی علاقه داره، یا رپای مثل رز و اینا. بعدش نوع پست گذاشتنشون هم که دیدین بیشتر تیکه به شاخهای مجازی میندازه و کارش بیشتر ایناست، اونم سوژه‌هاش بیشتر تو اینستا هستن. پسر آرومیه و امسال هم تازه کنکورشو داده، امیدوارم موفق باشه تو زندگیش. گاگای هم کسان هم بیشتر خوب دیگه، بهتر از بعضی ها. یکی دیگه از افرادی که حتما و ازش نام ببریم عدنان مسیحیه. کلن تنوع قومیتی، ملیتی و مذهبی رو در امکان داریم. ترک هم هست، از طریق همین کارهای متال باشن شدیم و اولاش خیلی محتوای قوی میذاشت، ولی آرمانوی خود کیفیت کارش اومد پایین، ما یه خورده بهش استراحت دادیم. خب میرسیم به دی جی علی اسپی. علی یکی از قدیمی ترین بچه های اکیپ، از زمانی که من یادم میاد علی تو اکیپ بوده. جدا از این که واسه کانال ادمینی میکنه، پادکست میذاره و ایده میده، توی زندگی خودش یه دیجیه. میره توی مهمونی‌ها، عروسی‌ها، این ور اون ور، داماد و عروس انگشت میکنه و میاد بیرون و پول میگیره و به شدت عشق گیم و عشق ماشین و این دوتا عشقش رو با هم دیگه ترکیب کرده. یعنی نه تنها از ماشینش جدا نمیشه، بلکه به محض اینکه بازی ماشینی میاد تا اون بازی رو پاره نکنه بیخیال نمیشه. امیدواریم که موفق باشه. خب یک عمو احسان هم داری که در کنار این که چندین سال با ما بوده و استریمر هم هست، هم پارکور بازه، هم گیم میزنه، مثلا رینبو خیلی زیاد میزنه، بعد هم متال گوش میده، هم امینم و بقیه رپا. کلا ملغمه جالبیه. و اینکه از اون موقعی که من از تو آپارات با این آشنا شدم روش حشرم، خیلی چیز گوگلی مگولیه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. حالا چرا از تلگرام شروع کردی؟ میدونی اون موقع تلگرام خیلی شاخ بود، نمیدونم اون کسکش حاجی لند، اون نمیدونم چاغال عرفان، همه همینجوری میذاشتن، هی وایس میدادن، هی کسچر میگفتن تو تلگرام، همه شاخ بازی میکردن. من گفتیم بریم تو کونه همشون دیگه، با تمیم گفتیم تلگرام جایی که قرار کونه همه بذاریم. خب حالا چی شد بعدش؟ ریدی تو آپارات و اینستا و یوتیوب و همه چی؟ اومدیم شاخ بازی بکنیم، گیم پلی تخمیمو بذارم که خیلی دارم توش نوب بازی در میارم. بعد یهو دیدیم که مردم دارن فوش میدن، میگم من صد می کوسچرای تو رو دانلود نمیکنم بشینم ببینم گیم پلی تخمی تو. گفتم باش، صد می که چو آپلود کردم رو آپارات یوتیوب، گفتم از اونجا ببینیم. بعدم کوسکشا هم منو نمیشناسن، گفتم که حالا که اینطور شد تو اینستا میام تو اکسپلور همتون تا به زور شناخته بشم برم تو مقعدتون. درست.
خب از دوران دارک و تاریکت بگو، از بگا رفتنات بگو. یه دوران تخمی داشتیم دیگه، ممبرامون بالا نمیرفت دیگه، اونقدر باحال نبودیم، مردم با اون حال نمیکردن، ادمینامون هم میگفتن دیگه نمیخوایم پست بذاریم، نمیخوایم هم کاری کنیم، هم داشتن کسکش بازی در میوردن، ای هم فقط جنگ و دعوا داشتیم. خیلی دوران کیری بود، ولی من گفتم من خاطر عشقم به این کار میخوام کون ملت بذارم، مهمم نیست که شما چه گویی میخوری. خب چرا حالا خوزحولات تو از ویدیو به عکس و ویس تبدیل کردی؟ میدونی ساختن ویدیو خیلی سخته، مثلا همین ویدیو رو من یکی دو هفته پیش وعده شده داده بودم، ولی دارم الان میدمش. دیدم کونم گشاده و حتی خیلی موقع ایده نداشتم، با تایم گفتیم خب بیایم عکس های میم و جوک درست کنیم. بعد بعضی ما دیدم کونم از اونم گشادتره و فقط دوست دارم یه جا بشینم و کس بگم. با تایم شروع کردیم وایس دادن که بعد مخاطبا هم ریدن تو دهنم و گفتم وایس تو دوست نداری. خب پس کون فراخی داری. آره. خب از آشناییت با میا جون بگو. چی شد حالا پرودیش کردی اونو؟ همون آخرهای دوران تاریک بود، یهو تو دعوام با این سیاهش ابنه اوبار سیکس، خیلی بچه کونیه، یه روز پیداش میکنم از کون میکنمش. اصلا سر همین بنرش آشنا شدیم، بنر میا رو گذاشته بود که آره این اولین دختر گیمر ایرانه که خیلی با هم دیگه حال کردیم و با هم گیم زدیم و با ما همکاری داره. و من این خور نگاه کردم دیدم ببین ابنه است، این با همچین جیگر طلایی نمیتونه باشه، اصلا آدم حساب کنه به خودش توهین کرده. رفتیم تتوشو در آوردیم، میا رو پیدا کردیم، دیدیم که آره سیاوش کس میگفت، میگفتش که نمیدونم از ما اسم گفته و آرم ما رو گذاشته. دیدیم اصلا خبری از اونم بود، تازه یه ویدیو هم بعدش داد میا رید بهش، گفتش که اصلا برین هی برن فیک ازم بسازین که حالا حرفه‌ای ترین دختر باتون بازی کرد. خواستین حالا برید بنر فیک بسازین که یارو پرو گیمر جوین کرد به تیم ما. انکر به ایکر سیاوش خیلی ازش خوشم اومد، خلاص دیدم که نه کریتو سیاوش این خوب چیزیه دیگه. رفتیم سراغش و نشستم این جقیا تک تک ویدیوهاشو دیدم سر تا ته و دیدم، بعد کرم کونم گرفت فرادیشم ساختم. سلام، من میام از کانال ایران پرودی. خیلی ازم خواستی در مورد بازی جدید صحبت کنم، ولی من این کار نمیخوام بکنم. امروز میخوام در مورد مس افکت صحبت کنی. من دختر تنهای شبم بد میکنه. بعد از اون موقع بود که از دوران تاریک اومدیم بیرون و دوباره کانال جون گرفت. خب عاشقش هم شدی؟ برای چی حالا راجب بش؟ دختر خوبیه، باز شد ما کونگوشادا و بقیه کونگوشادایی که دارن اساساً از این کیفیت تخمه ویدیوهایی که بذارم بیان بیرون. ولی خب خودش هم یه خورده اسکی از یوتیوبرهای خارجیه، یه خورده ایده بده، تلاش بکنه، یه خورده از خودش محتوا درست کنه. ولی خب رقابت خوبی بین بچه ها ایجاد کرده، همه کسچراشون رو دارن بهتر و تردمیستر میدن. خب شنیدم بعدش با خیلی آشنا شدی. آره با علی سکس آشنا شدم، با سکس شات آشنا شدم، با آریا کیوکسر خیلی بچه خوشگله اون آشنا شدیم، بس این دختر مخترا بود، تاکسی گرل، آقیلوه، این کسخلاه آشنا شدیم. کلن خوبیم دیگه، ما قبلا تنها بودم فکر کنم فهمم کسخولم، بعد دیدیم که نه یه جمعی از کسخولا داره همین، فگفتیم که خوب خوبه بذاریم که حالا این جمعیت کسخولا رو بره جلو. حالا الان میخوای چه گویی بخوری با زندگیت؟ میخوام تو یوتیوب و اینستا شروع به تجاوز کنم. تجاوز وحشیانه سناف. دوران دارکت چی بوده پس الان میخوای این کارو بکنی؟ نه دوران دارکی بودش که من رو داشتن کونم میذاشتن، الان من میخوام بقیر کونشون بذارم. آه دارک نیست تو میخوای بقیر؟ خب خیلی خوبه. خب حالا پیام اخلاقی چیه برای طرفدارات؟ بخورینش.
حالا ما الان باید صد کا می شدی. یعنی قشنگ رید به تک تکشا.